کز این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، بی پدر و مادران، ایران فروشان، متجاوزین، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، فکولیاشون و سرداران سپاهشون، از آیت الله دزد گرفته تا اون جغلهه که تازه اومده طلبه شده، هی هم میگه امام من چرا کوچیک گندش کنی؟ اون بستگی بزرگی امامه بستگی به زخم زانو داره. در کشوری که یک روز اسمش کشور ایران بود و برای بار دوم به اشغال تازیان در آمد، تعداد زیادی تازی زاده ایرانی نما که در یک مورد با هم دیگه همه همگامن با اون دزدیست، حکومتی تشکیل دادن به نام حکومت دینی، به نام حکومت الله، به نام حکومت عدل علی، به نام حکومت سطر اسلام، و خب همه چیزش باید طابق و نعل به میخ باشه. در صدر اسلام حمله می کردن، مردم رو غارت می کردن، اسمش هم غزوه بود. حالا حمله کردن، ایرانی گرفتن، میگن از رفسنجانی پرسیدن تو چطور شد انقدر پول دار شدی؟ گفت یه ملکی خریدم ایران افتاد توش. آخوند یعنی دزد. حالا اونی که دنبال آخوند میره ریش میذاره، ببین یعنی چقدر دزد. دزدیست که درجه دومه، ولی خب یه خوردی که پول گیرش بیاد شروع میکنه از همون راهی که براش این پول دزدی اومده، میگه برم یه جوری زیر یک کدوم از اینا که اونای دیگه به هم نتونن چیز بکنن. مثلا همین سرداران سپاه و انتری نژاد و اینا رفتن زیر دست اون کسی که خودش زیر دست کسای دیگه بوده. نمیدونم اینا چجوری براشون رفته، تمام این شرف و حیثیت و اینا رفته. یک کسی نمیره پیدا کنه بینه خاتمین خامنه‌ای چی کاره بوده، یه اومده رهبر شده. تو مشهد هنوز که هنوزه خیلی ها سابقه شد دارن. این دزدان، این قاتلین، این خانم فروشا، چون همه کارشون با اجازه اون الله بالاییه و اون الله گفته دین من دین محمدیه، اینا برای برقراری اسلام نو به محمدی بایستی این پایه رو قرص نگه دارن. تمام این پیروان الله، اینهایی که حکومت عدل علی دارن، اینهایی که میگن شماها خودتون رو واسه حسین جر بدین، اینا که به شما میگن شماها برای حسین سینه بزنید، اینا که به شماها میگن شماها برای حسین قمه بزنید که ما بتونیم بهتر سوار شماها بشیم، بهتر بتونیم دزدی کنیم به نام الله، حسین، علی، محمد، امام رضا، موسی کاظم، جعفر صادق، خانه کعبه، اینا همه وسیله دزدیه. اجازه شی که داده الله بالایی کمشونه.
یا الله هم تای زمین درست کردم. اون الله گفته که هر چی شماها کار میکنین یه پنجمشو بدیم واسه اون الله زیر زمینیه، ببریم تو پاشیر، بریم تای چا، بریم یه جایی بهش بدیم. و چون شماها به اون الله دسترسی ندارین که زیر زمینه، پولاشو بدیم به ما. و شماها میرین میدین، چون شماها تو مملکت امام زمانی زندگی میکنین، تو مملکت ایران زندگی نمیکنید. برای همینه که آخوند سوارتونه، برای همینه که آخوند صبح به صبح بیده تایی چا غذاشو میخوره، میاد بیرون کاغذ رو نشونتو میده. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گوگش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. هر حرفی که من میزنم یک کسی میگه به بت من توهین کردی، یه روزی براتون گفتم اگر بگی که مثلا دماغ شاه بزرگ بود، شاهیا بهت حمله میکنن، اگه بگی دماغ مصدق بزرگ بود، مصدقیا بهت حمله میکنن، در حالی که هر دوی این مسائل بوده. ولی تو نباید بگی، یا حداقل حالا موقع گفتنش نیست. ما باید همه چیزو بکنیم زیر فرش. یا اگر بگیم مثلا آقای مسعود رجبی نیست، کسی هم نمیپرسه کجاست، کسی هم نمیگه کجاست، اون وقت یه عده باها دشمن میشن، میگه به بت من توهین کردی. اگه بگی خمینی سر مردم و کلا گذاشت، با اینکه چشای کورش، گوشای کرش میشنوه که این مرتیکه دجال اومد تو بهشت زهرا، گفت آب مفتی، برق مفتی، موشک به این کلفتی میخوره سرتون، حالا دنبالش همینه. اگه اینو بگی به بتش توهین کردی، بتشو گفتی. چرا تو گفتی که بت من دروغ گفته؟ خب چشمش کور، میخواست دروغ نکنه. بعد از اون شورش که حالا شده اسمش انقلاب شکوهمند، انقلاب ضد سلطنتی، به هر کی میگفتی میگفت من نبودم، من اصلا نبودم، مثلا تو خیابون نیومدم. چند میلیون آدم از خارج اجاره کردن آوردن تو خیابونای تهران، اینا رو هم همه رو از 30 سال پیش یاد دهشون داده بودن فارسی حرف بزنن. یه عده جوونارم از خارج اجاره کرده بودن آورده بودن سنگ اندازی کنن. دولت هم میگفت کاری به کارشون نداشته باشه، بذاریم بکن، اصلا به من مربوط نیست این چیزا. ولی هیچ کدوم اینا ایرانی نبودن، مجاهدین اون وقت مثلا توی امریکا بودن، مصدقی ها تو فرانسه بودن، تو دیریا توی روسیه بودن، اینا هیچ کدوم تو ایران نبودن. تو اگه بگم بعدشون میاد. بازرگان اصلا تو ایران نبود، حاسد جوادی نبود، اینا نبودن، نمیدونم سنجابی نبود. حق نداری بگی که کی ما رو به این منجلاب عوض انقلاب انداخت. برای اینکه مردم باید فراموش کنن. تمام این برنامه هایی که من اجرا میکنم، شما بیا شیره کشی بکن ببین خلاصه این حرفا چیه. من همه اصرارم،
همه حرفایی که میزنم، همه تاوانهایی که دادم، همه این که با مریضی میام میشینم اینجا با شما صحبت میکنم، دو کلمه حرفه. این قسمت رو سوا میکنم، اگر دلت میخواد بخون که بیشتر بفهمی، بخون که خردت بره بالا. میگم آقا بفهم، پایین تنش میاد تو دهنش. خب اونم جزء ملت ایرونه. بعد من نمیدونم برای کیا حرف بزنم. آقایون فهمیده ها از یه جای دیگه صحبت میکنن. دیروز صبح یه کسی با من زنگ زد، یه شعری از مولانا گفت من بخونم. گفتم بسیار شعر قشنگیه، ولی مصرع اولش خیلی خوبه، مصرع دومش درست ضد اون حرفیست که من میزنم. این نه نفی مولاناست. ببینید هر چیزی زمان و مکان داره. 150 سال پیش اگه عکسی پیدا بکنید، یه مش خیابونه، خیابون نه کوچه های خاکیه، اسب و شتر و قاطر و بار و این چیزا دارن رد میشن، مردم هم لباساشون تا دم پاشونه. شما نمیتونی بگی اون آدم ها نفهم بودن. اون آدم ها توی اون محیط پرورش کردن، تو همون محیط بزرگ شدن و لباسشون اون بود. اگه یه کسی مثل من لباس میپوشید، اونا بهشون گفتن یارو فرنگیه. حتی فرنگی ها این یقه رو هنوز نداشتن، به خود جفتر بود. بعدم اسم فرنگی، یعنی اگر لباسی کسی اونجوری تنش می آدم نجس بود. یارون نمیدونست چرا، اینو شنیده بود، اینم تکرار میکرد. دینش هم شیعه بود، قمم میزد. 150 سال بعدش تو همه اون کارا رو عوض کردی، اما قمر میزنی. برای اینکه یک نفر میخواد تو رو در نادانی نگه داره، نادانی تو استفاده داره برای سیستم سرمایه‌داری غرب، برای تو 20 رقم دیگه اسلام درست میکنن، توی مغز تو میچپونن که اگه نماز نخونی تو حوری خونه رات نمیدن، هیچ وقت نمیذارن فکر کنی ببینی حوری خونه کجاست، هیچ وقت نمیذارن فکر کنی که من رفتم بهشت، الان تو بهشتم. یه جوب شیره، یه جوب عسل، یه جوبم این خود حرفای آخوندی دارم میزنم، میگم جوب، یه جوبم آب زلاله. الله کمر من اومده آهنی کرده که من روزی 1000 تا حوری رو باهاش بخوابم. من نمیگم اینا غلطه، نمیگم دروغه، همه اینا راسته. تو الان وارد حوری خونه شدی، وارد بهش شدی، هی باید بری با حوریه بخوابی، بیای شیر و عسل بخوری، آب بخوری، شیر بخوری، عسل بخوری، بری تو اتاق بیای، اونجا تو اتاقی نیست، همین در ملأ عامه کارات. 3-4 تا قصرم طلا و زمرد و الماس و همه اینا رو بهت دادن. چند وقت تو این حوری خونه، تو این بهشت چند مدت میتونی دووم بیاری؟ اگر محمد میگفت در بهشت کتابخونه هست که شما میتونید دسترسی به اون پیدا کنید، بخونید، بفهمید، تو فکر میکنی کسی میرفت جنگ واسه محمد؟
میترسی فکر این چیزها رو بکنی سنگ بشی؟ اگه یه همچین فکری داری، عقلت به اندازه 1400 سال پیشه، چون نرفتی بخونی. از امروز شروع کن بخوندن، از امروز. این بت‌سازی پدر آدم رو در میاره. قرن 21 تا پریروز جورج بوش رئیس جمهور امریکا بود، رب اوباما اومد. جورج بوش دیگه کسی باش کاری نداره. شما اسمی از مارگارت تاچر میشنوی؟ پیروان تاچر، تاچر انگلیس رو نجات داد. پایه‌گذاران این مملکت آدمایی مثل جفرسون، مثل واشنگتن، مثل لینکلن. آیا شما شنیدی پیروان راه لینکلن رو در این مملکت؟ آیا شنیدی پیروان راه جفرسون رو؟ قانون اساسی درست کرده، همه کارشونو میکنن. خیلی هم کار کرده برای این مملکت. ما تو مملکتمون پیروان راه شریعتی داریم، پیروان راه مصدق داریم، پیروان راه اعلی حضرت داریم، پیروان راه امیر کبیر داریم، پیروان راه کسرا. آخه بابا این کتابا رو نوشتن، این تجربیات، این کارا رو نگاه کنید، یاد بگیرید، ببینید کی چی کار کرده. برید شما هم همون کار رو بکنید. ما بت‌پرستیم، ما امامزاده سازیم، ما به خودمون اطمینان نداریم، چون ما هیچی نیستیم. برای اینکه نمیخونیم. ممکنه مدرک دکترا دستت باشه، ولی شعور اجتماعیت صفره. مگر اینکه بری راجع به اجتماع بخونی. این درست مثل اینه که من میگم یا آقای مهندس مکانیک از بزرگترین دانشگاه دنیا، آیا این میتونه برای پادرد من نسخه بده؟ یا آقای پزشک، آیا این میتونه راجع به فرض کنید مسئله آیرودینامیک حرف بزنه؟ ولی همه اینها سیاستمداران، همه اینها تز دارن، همه اینها میترسن بگن، همه اینها میخوان رئیس کیه همه حرفی بزنن که رئیس خوشش میاد. این بدبختی ما مردمه. برای اینکه تومون چیزی نیست. حرفای قشنگ قشنگ میزنیم برای رئیس. این رئیس هر کسی میتونه باشه. میتونه رئیس کارخونه باشه، میتونه فرمانده گردان و پادگانت باشه، میتونه فرمانده لشکر باشه، میتونه وزیرت باشه. تو حرفی میزنی اون خوشش بیاد، خودت کسی نیستی. تازه خود وزیرم همینه. ما نوکر صفتیم، ما نوکر بابیم. اما اگر تنمونو به کار بدیم، بدیم بخونیم، برای یک لقمه نون زهرمار خودفروشی نمی کنیم. و چون تعداد خودفروش ها زیاد میشه، مملکت به منجلاب میفته. در نتیجه انقلاب ضد سلطنتی، اسمش رو عوض کنیم، به ما نخوره. کی بود کی بود؟ من نبودم. من فقط میگم بفهمیم. هرچی میخوای بگی بگو. منطق داری جوابمو بده، منطق نداری فوش بده.
چون هرچی ریشه اسلامی داره منطقش فحش و کشتن. این قانون اسلامه. ویروس اسلام بر هر مملکتی بزنه قانون فحش و کشتن و تهمت و افترا و دروغگویی و دزدی رو میاره. دروغ میگم. یه بررسی بکنید کشورهای اسلامی رو. این ویروس تنها حمله تازیان نبود به کشور من یا کشورهای دیگه، نتایج بد داشت. اینها وقتی حمله می کردن بچه خوشگلا رو به عنوان غلام یعنی بچه، یعنی کسی که یارو بهش تجاوز میکرد، این به این میگفتن غلام. حالا تو برس بچه تو بزن غلام، چون نمیدونی غلام علی، غلام حسین، غلام عباس. این خیلی راحت بهتون بگم چند تا سلشگر غلامدار داشتیم ما، چند تا سپهبد داشتیم. این میدونست غلام علی یعنی چی؟ هیچ وقت رفته بود بررسی کنه؟ اسم و پدر مادر میذارن، ولی حالا که من اومدم یه کشوری دارم بیام ببینم غلام علی یعنی چی؟ حداقل بفهمم، عوضش نکنم و بفهمم یعنی چی؟ این غلام ها رو میفرستن تو دربار خلیفه و اینها یه عده‌شون رو مردیشون رو بر میداشتن میذاشتن سر زنا، یه عده‌شون هم خودشون استفاده میکردن. کم کم اینا زاد و ولد کردن، بچه غلاما گردن کلفت هم شدن، به سرداری رسیدن و فرمانده لشکر شدند. مقداری از اینها رفتن به شرق ایران. یکی از این گروه ترکان قز، بعدش ترکان سلجوقی و معروفترین خوارزمشاهیان غزنویان که از خود خلیفه مسلمونتر شده بودن. در کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران نوشته علی میرفطرس صفحه 32 میخونیم سلطان محمود غزنوی که به خاطر تعصب شدید مذهبی به قول بیهقی بحر عباسیان انگشت در کرده بود و در همه جهان غرمتی می جست و بردار می کشید و 100,000 کس از بددینان را از جهان برداشته بود. فکر نکنید اسلام امروز این کار می کنه. زمان سلطان محمود غزنوی یعنی 1000 سال پیش، 400 سال بعد از ظهور محمد ابن عبدالله، 100,000 تا قرمطی فقط کشته بوده. 10 بار یا 12 بار لشکر میکشه به هند، چقدر آدم میکشه برای اینکه هرچی جواهر و چیز هست قیمتی تو هنده بدوزه برداره بیاره به نام اسلام. وقتی این دوزیاره میکنه خلیفه از طرف الله بهش لقب میده. پس از شکست مجدالدوله دیلمی و تصرف ری، مجدالدوله دیلمی ایرانی بود، ضمن قتل عام مردم و خرابی شهر 50 خروار یعنی 15,000 کیلو از کتابهای فلسفه و نجوم و رسالات معتزله را آتش زد. سلطان محمود در سرکوب ملحدین
و فلاسفه آنچنان کوشا بود که ضمن قتل عام قرامته ایران در آخرین روزهای عمر خود آرزوی فتح مغرب و شام را داشت، تا در آن نواحی نیز مبتعدان فلاسفه و زنادقه و ملاحده و قرامته را که علم کفر و زلالت برافراشته بودند سرکوب نماید. عتبی تأکید می کند که سلطان محمود منکران توحید باری تعالی را به برهان قاطع شمشیر مسخر گردانید و بوم اعتقاد ایشان را در دام اسلام افکند. همون اسلام شمشیری که بهتون میگم، اسلام دین صلح، اسلام دین مماشاد. شیرین عبادی در سال 444 هجری قمری 1048 میلادی کتابخانه معروف شمس الدین ابوالمظفر گیلکی در شهر طبس توسط اشرار و مهاجمان غارت گردید و در آتش سوخت. کتابخانه شهر شاپور در فارس نیز در حمله 1059 میلادی توسط مسلمانان متعصب غارت شد، به طوری که 10400 جلد کتاب خطی در آتش سوخت. در حملات متعدد ترکان قز به نیشابور، مرو و سرخس به سال 431 هجری قمری مطابق با 1029 میلادی و 548 هجری قمری مطابق با 1168 میلادی و 549 هجری قمری مطابق با 1169 میلادی ضمن قتل عام مردم و ویرانی شهرهای مذکور، یعنی نیشابور و مرو و سرخس، 7 کتابخانه بزرگ نیشابور در آتش سوخت یا غارت گردید و کتابهای بسیار مجموع به نرخ کاغذ و مقوا بفروختند، خرباری فروختند. در حمله علاءالدین جهانسوز غوری به غزنه 556 هجری قمری 1161 میلادی مدت 7 شبانه روز شهر غزنه در آتش سوخت و بیشک کتاب‌های بسیاری در این قتل و غارت گسترده از میان رفت. از جمله به نظر می‌رسد که بخش عمده 30 جلد کتاب تاریخ بیهقی در این حمله نابود شد. محمد ابن علی راوندی در بیان غارت غلامان ترک، اتابک محمد ابن ایلدوگز در سال 568 هجری قمری تا 581 هجری قمری که میشه 1172 تا 1185 میلادی در فارس، عراق عجم و آذربایجان گواهی میدهد. همچنین دیدم که مصاحف و کتب وقفی که از دارالکتب ها غارت کرده بودند در همدان به نقاشان میفرستادند و ذکر وقف محو می کردند و نام و القاب آن ظالمان بر آن نقش می ساختند و به یکدیگر تحفه می دادند. یاقوت هموی می نویسه از تمام تاریخ نگارا آقای علی میرفتروس، این یک کتاب 150 صفحه‌ایه، 200 صفحه‌ایه. این کتاب کتاب مرجعه. تمام اتفاقاتی که شما میخواین بدونید این اسلام به سر ما مردم آورده، از نظر قتل و غارت، از نظر آدم کشی، از نظر از بین بردن فرهنگ ما، تو این کتابه. حالا بعضی یارو میاد فحش میده که کتابو نباید بخونی، نباید بگی رفسنجانی دوزه. چرا؟ آخه استخون مندازه جلو من، به من گفته بیام به تو بگم نگو رفسنجانی دوز. رفسنجانی دوز نیست، پدرش دوز بوده، نه پسراش دوزن. بیل زده من امروز
برای اینکه خودم کمتر صحبت بکنم، شما رو با دوستانی که از ایران برای من چیزهایی می نویسن آشنا می کنم. یا آقایی نوشته، تیترش تصادف با اسب حضرت عباس. آقای فاضلی، خواستم اتفاقی را که چند سال پیش در روز عاشورا شاهد آن بودم برایتان تعریف کنم. خلاصه میگویم ظهر عاشورا بود، دستجات عزاداری ریخته بودند توی خیابون، به همین دلیل ترافیک سنگینی پیش آمده بود، قوقایی بود. در همین بلبشه و خرتوخری اوزا یک مرتبه دسته تعزیه خانه ها نیز سوار بر اسب و شتورهاشون وارد عمل شدند. با شلوغتر شدن خیابان و به هم ریختگی اوضاع، ناگهان یک اتومبیل تاکسی با اسب ابوالفضل تصادف مختصری کرد و همین امر سبب برانگیختن خشم حضرت ابوالفضل عباس علیهم السلام شد و او هم یه فوش آبدار نثار راننده تاکسی کرد. حضرت ابا عبدالله نیز قاطی کرد و پا به میدون گذاشت، اومد پشتیبانی برادرش. راننده تاکسی که دید حریف اینا نمیشه، قفل فرمون ماشین کشید بیرون و یک عاشورای واقعی اونجا به پا کردن. مردم تا مدتی حاجواج مونده بودن تا حالشون که سر جا اومد اینا رو از هم جدا کردن. بعدش هم تا مدتی جنگ لفظی و انواع و اقسام فوشهای آبدار مذهبی و دریبری ها بین طایفه امام حسین و راننده تاکسی ادامه پیدا کرد. دو تا اتفاق جالب توی این ماجرا، یکی این بود که شمر طرف امام حسین گرفت، یکی دیگه این که حضرت سجاد اصلا خودشو قاطی دعوا نکرد و با روحیه‌ای که روز عاشورا از خودش نشون داد هم خونی داشت. رفته بود یه کناری سیگار میکشید و من با این گفته شما خیلی موافقم که اگر 50 تا شاه پهلوی یه دیگر هم در ایران حکومت میکردن، اینقدر مردم نسبت به دین اسلام آگاهی پیدا نمیکردند. این اتفاقی که گفتم مربوط به 5 یا 6 سال پیش و در شهر قم بود. خسته نباشید، ما مردم ایران قدر شما را میدانیم. وقتی میری پای تعزیه گریه میکنی، یاد این بیوف خندت میگیره. یک انسان بیدین این نامه رو نوشته. میخوام بنویسم تا به دل تشفا دهم، تا افکار پوچ و موروثی شما کمی به جنبش درآید، تا در این کشاکش عقاید شاید دلم آرام گیرد. دوست قدیمی، آیا میدانستی که اکثر بزرگان دنیا به آنچه شما متدینید، به خدا باور دارید، هیچ باوری نداشتند؟ این با شما داره صحبت میکنن، چون اون بالا نوشته خواهش میکنم اینو برای تماشاگرانتون بخونید. خیام ها، رازی ها، انشتن ها. آیا وصیت‌نامه انشتن را خوانده ای؟ او به صراحت در آخرین نوشتار خود و باورمندان خدا را به صخره گرفته و با فراغ بال به ابدیت آرام خود رسید، تا شما بدانید که دین ساخته دست بشر است. آری، خدا انسان را خلق کرد آن هنگام که در شبهای آرام خود به آسمان خیره می شد و از عظمت این دنیای بزرگ لرزه بر اندامش می افتاد و برای سرپوش نهادن بر ترسهای خود موجودی را به وجود آورد تا شاید در خلوتهای خود همدمی داشته باشد. ببینید، من اگر یک ایمیلی رو می خونم، امروز یه ایمیلی رو آورده بودم ولی نخوندم، یه آقایی با فارسی با الفبای انگلیسی اولش نشود اگه مردی تا آخرش بخون، بعدم حدود 20 خط فوش داده بود. خود رو فکر کردم، گفتم آیا وزارت اطلاعات به من اجازه میده که همین رو توی یکی از اون تلویزیون‌های پشم و شیشه بخونم؟ ولی چون نفهمن، چون
ببخشید این لغت رو میگم، کودنن، بیشعورند. اگه مردی اینو بخون، نه، مردی همونیست که تو داری که صبح تا شب میاری تو دهنت. حالا اینی که دارم میخونم، من به کسی نمیگم بی خدا بشو. بی خدا شدن پله پله است، اونم همه نمیرسن اونجا. آمادگی باید پیدا کرد. از فردا مدعی من نشید. این یکی از شماها هستید که برای بقیه داره پیام میده. هر کی دلش میخواد قبول میکنه، هر کی دلش نمیخواد قبول نمیکنه. انسان میاندیشد، انسان میبیند، آری میاندیشد به مرگ، میبیند جدایی خود از دنیا را، اما نمیتواند نبود خود را درک کند. چرا من نباشم؟ چرا وجودم برای همیشه در زیر خاک نابود شود؟ گویی اصلا هیچگاه وجود نداشته. چه باید کرد؟ آیا بشر قادر است این بودن خود را ادامه دهد؟ بله، میتواند. او موجودی است خلاق، میتواند خدایی بسازد تا او را برای همیشه حفظ کند. و ساخت و به آنچه خود ساخته بود باور کرد، به آنچه خود ساخته بود شاخ و برگ داد. دینهای متفاوت، خداهای متفاوت، یهوه برای یهودیت، الله برای اسلام، اما خدای هر قبیله و هر ملتی نمیتوانست خدای دیگری را در کنار خود ببیند. پس جنگ ها به نام خداها همیشه با بشر همراه شد و انسان های زیادی را به کشتن داد و آنچنان که ادیان الهی می گویند، هر دینی برای خود منجی و نجات بخشی را از سوی خود خواهد فرستاد تا ادیان دیگر را به دره نیستی و عدم پرتاب کند. این حرفش درسته. خدای عیسی با خدای محمد، با خدای موسی، خود محمد میگه که اینا همه اللهن، اما تو چون تو ایران متولد شدی، پدرت مسلمون بوده، مادرت مسلمون، حق نداری بری دنبال خدای عیسی. و الا سربازان بی پدر و مادر من تو رو میکشند. میدونید چند تا مسیحی رو کشتن؟ میدونید محمد وقتی که همه برداشتاشو از تورات کرد، اون وقت یهودی ها رو کشت. حالا جنگ مال خدا هاست یا مال اینایی که خدا درست کردن؟ فقط باید فکر کرد. با خوندن آدم تمام این جواب ها رو میگیره، بدون خوندن به هیچ کجا نمیرسه. به گمان هر انسان منصفی، روزی بشریت با دستان خود خود را خفه خواهد کرد و این مسیری است که دین مداران روزی انسانها را دچار آن خواهند کرد. قیامت، منجی، پایان دنیا، آخرت، این الفاظ در باطن خود با شما انسانها میگوید روزی به پایان خواهید رسید و این نشانه خوبی نیست. بیاییم به آینده امیدوار باشیم و بیاید به فردی که انسانها را به نیستی خواهد کشید و بیایید، نوشته بیاید، بیایید به فردی که انسانها را به نیستی خواهد کشید کافر شویم. آری، سوپرمنها، بتمنها، مردهای عنکبوتی، مهدیها بشر را نمیتوانند نجات دهند. این انسان است که پیشرفت و عظمت را ساخته و خود این راه را تا به آخر خواهد رفت. نه خدایی و نه هیچ منجی نمیتواند به ما کمک دهد. این ما هستیم و کسی غیر ما وجود ندارد. خیام را دوست دارم، زیرا به راحتی با چند بیت کوتاه خدای نادیده و ناشناخته را به چالش کشید. ناکرده گناه در جهان کیست؟ بگو. آن کس که گناه نکرد چون زیست؟ بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو. آرش از تهران می نویسه از شما خواهش میکنم این متن رو برای ملت همیشه در صحنه بخونید تا
تا شاید یکم به خودشون بیان. آقای فاضلی شما میدونید هر چیزی رو تجزیه کنید به مواد سازنده اولش دست پیدا میکنه. اگه آب رو تجزیه کنیم به اکسیژن و هیدروژن میرسیم. این حرفای علمی من زیاد اعتقاد ندارم بهش، ولی میخونم همین چیزهایی که نوشته. کی و کجا شنیده که وقتی انسان را تجزیه کردن به خاک رسیدن؟ میگن وقتی میذارنش تو خاک خاک میشه. بلدن. جواب آخوندی رو اینجوری نمیدن. آخوند عکس مار میکشه. تو میخوای مار بنویسی با آخوند بجنگی؟ نمیتونی. علم اول باید پایه‌گذاری بشه بره بالا، بعد اونجا که میرسی علمی حرف بزنی. برای اینی که میبینی من حرفی که میزنم حرفی میزنم قابل درک همه. همه لابراتوار ندارن عزیز من، ولی همه به حرف آخوند گوش میدن. میگه ببین چه مزخرفاتی نوشته، آدمو میذارن تو قبر خاک میشه دیگه، از خاک بوده خاک میشه، استخوناش از خاک نبوده از آج بود، دیرتر خاک میشه. مردم نمیتونن ببینن این خاک یعنی چی. تو از نظر علمی نیا تجربه آزمایشگاهی رو روی تلویزیون به مردم بگو. ببخشید آقای آرش خان، هر روز این همه آدم میمیره، این همه آدم دارن تو پزشکی قانونی گالب و چکافی میشن. کدوم دکتری گفتی که تو خون آدم عنصری از خاک یافت شده؟ بازدیدی الان قرن 21 قرن علم و تکنولوژی و خرده. اگه آدم و حوا از خاک درست شده بودن حتما بر اساس تقسیم کروموزوم ها. ببین باز رفتی واسه یه عده مخصوص صحبت کردی. تقسیم کروموزوم ها جاش برنامه من نیست. من بحث علمی هیچ وقت اینجا نمی کنم. این من هر روز آدم دارم که میگه آقای فاضلی من دیروز یا هفته پیش تو رو شناختم. این اول برنامه چیه نشون میدی؟ اصلا نمیدونه من کیم. آدمم دارم میگه من با فیلمای تو بزرگ شدم. من باید همه اینا رو در نظر بگیرم. آخه تا کی ما نباید این سوالها رو از خودمون بپرسیم؟ به قول شما در فوش داده اینجا من نمیخونم. بعد میگن چرا امام زمان نمیاد؟ آخه اینا نمیفهمن که بنزین سهمیه بندی شده. این قشنگه، واسه این آخرش دارم میخونم. بنزین سهمیه شده، امام زمان با روزی 6 لیتر چجوری بیاد؟ تازه اگرم بیاد مثل محمد و موسی غیره کتاب نداره، این دفعه جزوه داره. این شوخی آخرش قشنگ بود، من برای اون خوندم. یک دوستی من دارم فریبرز کرج به من خیلی ایمیل میزنه. ایمیل امروزش برای من معنیدار بود. من جهتی ندارم ولی این ایمیل معنیدار بود، رو من اثر گذاشت، برای شما میخونم. نظام پهلوی در ایران دارای سه مشخصه اساسی سیاسی اقتصادی بود. اول ناسیونالیسم و توجه آن نظام به ارزش‌های هویت ساز ایرانی و ملی. دوم مدرنیسم که جلال آل احمد باش بد بود، که به نوعی توسعه آمرانه بود ولی در کلیت خود به صنعتی شدن و ساخته شدن طبقه متوسط کمک کرد. سوم سکولاریزم بود که هرچند کامل نبود ولی برای گذار کشور به یک دموکراسی لیبرال پیش نیاز بود. اما با وقوع انقلاب اسلامی، نه انقلاب ضد سلطنتی، یه جوری بگو همه بفهمن، بگی اسلامی یه ده نمیفهمن،
تمام آن دستاوردها به باد رفت و امروز در رژیم اسلامی نه تنها از آزادی اجتماعی خبری نیست، بلکه آزادی سیاسی به محاق رفته و در زمینه صنعتی شدن شاهد یک حرکت اساسی و ساختن بنگاه‌های بزرگ صنعتی در کشور نیستیم. گمان می‌کنم انقلاب اسلامی بزرگترین شکست تاریخی ملت ایران در راه آزادی و دموکراسی است. ما به عنوان نسل جوان اگر تمام تلاشمان را بکنیم، ممکن است بعد از چند دهه تازه به سال 57 برسیم و این یک فاجعه عمیق سیاسی است. فریبرز، خیلی قشنگ نوشتی، حقایقی رو نوشتی، نه به کسی باج دادی نه از کسی تعریف کردی، گفتی هدف اون رژیم این بود و هدف این رژیم فقط خراب کردن بود. اصولا اسلام از روزی که اومد به جز خراب کردن کار دیگه ای نداشت. خمینی گفت میخوایم طبقه جامعه بی طبقه درست کنیم، یعنی آدم هایی رو که وضعشون خوبه اینا رو به گدایی بندازیم، یه مش دزد عمامه به سر و ریشو رو پولدار کنیم. اومده بود این اون یارو استالین که برای برای زحمتکشان جهان پدر مردم رو در آورد، 20 میلیون آدم کشت، اینم برای مستضعفان اومد 2 میلیون آدم کشت. اگر سنش قد سن استالین بود و جمعیت ایران زیادتر بود، حتما بدونید خمینی 20 میلیون میکشت. منتها تقصیر با اون آدم نفهمی بود که بچهشو میداد دست خمینی با یک کلید کره‌ای میفرستاد رو مین که بره حوری خونه واسش جا بگیره. آدمی که میاد بمب به خودش میبنده که بره خودشو منفجر بکنه و بعد اون آلت تناسلیشو توی آهن نگه میداره، وقتی بهش میگن چرا این کار کردی، از اینا خیلی گیر افتادن، گفته میخواستم اون تیکه توی این انفجار رو بین نره که تا رسیدم اونجا بتونم با حوریا کارامو بکنم. این اسلامه. محمد گفت حمله کنید، اگر کشتی زن و بچه‌ش مال تو، مالش مال تو، اگر کشته شدی صاف میری تو حوری خونه. با همون سیستم دارن مردم رو گول میزنن. تو نمیخوای بفهمی، پایین تنت رو بیار تو دهنت. یک دوستی از قم، فکر نمی کنم بیشتر از این وقت داشته باشم، گاهی بعد از تفکر در افکار و عقاید مسلمان زاده های دور و برم به نکاتی برمیخورم که یکی از آنها نیاز این است. بیشتر این مردم بعد از اینکه از پوچ بودن این دین مطلع میشوند، اظهار علاقه میکنند تا از دست رفتارهای نابخردانه خود دست بردارند، بلافاصله جمله‌ای را میگویند که در همه موارد یکی است. خب این که پس حالا چیکار باید بکنیم؟ چه دینی رو انتخاب کنیم؟ بدون دین نمیتونه زندگی کنه، خالی میشه. اینی که اول باید بفهمه چه کلاه گشادی به نام دین سرش رفته، چه دینی خوبه، دین تو چیه؟ اگر هم فردی باشی که قدری اطلاعات تاریخی اجتماعی داشته باشه، میگه نکنه تو زرتشتی هستی. یادم میاد یه بار جمله از یک راننده تاکسی خیلی کم سواد شنیدم، بسیار جالب بود، نشان میداد که در خیلی از مواقع درک و شعور مردم به اصطلاح عامی بسیار بیشتر از کسانی است که ادعای روشن فکری میکنن. فکر میکنم برایتان جالب باشد، این مرد با سادگی تمام به من گفت که فکر نمیکنم زرتشت پیامبر بوده، باریکالله، ولی میدونم زرتشتی ها آدم های خوبی هن و اشاره کرد به گفتار نیک و و و. البته این فرد فکر میکرد زرتشت بعد از اسلام ظهور کرده. یک مرتبه دیگر از فردی که
خیلی ادعای جوان مردی میکرد و مرتب علی علی میگفت. پرسیدم راستی این علی که آخوندا میگن شاه مردا بوده، چرا وقتی ریختن در خونش به قول همونا فاطمه رو سقط جنین کردن نیومد جلوی اون چند نفر رو بگیره؟ مگه تو خونه نبود؟ طرف قبول کرد و گفت که خودش یه بار اینو از یه آخوندی پرسیده، آخونده بهش گفته چون الله اینطور صلاح دونسته، الله اینجوری صلاح دونسته، الله خودش اونا رو فرستاده. اینم واسه این که دینش رو از دست نده قبول کرده، دیگه هم سوال نکرده. تصور کنید الله یخه علی رو گرفته و میگه اون گوشه بشین، بذار هر بلایی میخوان سر زنت بیارن تو حرف نزن. آقای فاضلی، مرتبه قبل که ایمیل زدم اعصابم بسیار به هم ریخته بود، اظهار خستگی کردم، ولی وقتی جوابم را در برنامه دادید گفتید که من هنوز بعد از این همه سختی خسته نشدم. واقعا از خودم خجالت کشیدم، ولی در عوض روحیه مضاعفی گرفتم. آقای فاضلی، مردم واقعا کم اطلاعی داریم، ولی در میان آنان افراد بسیاری هستند که اگر درست و سالم هدایت شوند خود به بزرگترین مبلغ خردگرایی مبدل خواهند شد. من دنبال اونا میگردم چون من ابدی نیستم. من همیشه گفتم این کار مثل دوی امدادی میمونه. من اون چوبی رو که باید اونا دست بگیرن و از اینجا به بعد برن دنبال این کار، اونا آماده کردم بدم دستشون. اونها باید این کار رو بکنن. نسل فردای ایران به طور حتم خوشبخت‌تر از ما خواهد بود. نسل فردای ایران نسلی خردمند و آزاده خواهد بود، چون زمانی که از سنین کودکی سوال می کند و به جای تودهنی جواب درست را دریافت می کند، این کودک یاد می گیرد که همواره سوال کند و خواهان جواب باشد. پس این نسل هرگز زیر بار ظلم و ستم مذهبی و غیر مذهبی نخواهد رفت. این نسل رشد می کند و به درجات بالا می رسد. پس تا آن زمان یاد گرفته که در برابر دیگران او هم جوابگو باشد. به قول مسیح، یا ایمن یا آمین. امیدوارم تمام تلاش من اینه که نسل فردا بفهمه، چون از ما گذشته. ما حتی اگر بفهمیم ملاحظاتی میکنیم. شما نگاه کنید ببینید کسانی که سنی ازشون گذشته در ایران راحت مثل جوونا حرف نمیزنن، میفهمن حرف رو ولی ملاحظه میکنن. آدمی که پا به سن میذاره جون دوست میشه، جوون جونش میگیره کف دستش میره کارش میکنه. فردا قبل از اینکه برنامه شروع کنم از گروهی که خودشون رو به نام پیشروان سرنگونی این رژیم میدونن یک مقداری میخونم. حرفاشون قشنگه، من نمیشناسمشون، با من در ارتباط هستن ولی به صورت یک صدا یا ایمیل. کسانی که همراه اینا هستن که به ادعای خودشون تعدادشون خیلی زیاده، به حرفای من توجه نکنند و اگر راه درستی دارن میرن به حرفای لیدرشون توجه کنند، نه من. چون من وقتی چیزی رو نمیدونم فقط میگم نمیدونم، اظهار عقیده دیگه ای نمی کنم. و ازتون خواهش میکنم با حرفای من نه گرم بشید نه سرد بشید. من فقط پیام رسانم با مسئولیت خود شماها. اگر خرد داشته باشید میدونید چه کار کنید و اگر نداشته باشید نمیدونید. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.